این فیلم در سال 1340 یک بار دوبله شده بود و در استودیو مولان روژ که مدیریت دوبلاژش با آقای ایرج دوستدار، مرحوم ایرج دوستدار بود. چون در اون موقع صداها کنار فیلم ضبط می‌شدش، ممکنه که احیانا صدا خراب شده باشه، ممکنه صدا احیانا خراب شده باشه و به دلیل خرابی صدا دوباره دارن دوبلش میکنه. این فیلم چند تا آرتیست معروف داره که قدیمی هستن و البته فوت کردن، چون فیلم مال دهه حضورتون از کنن دهه 30 و 40 باید باشه، دهه 30 دهه 40 باید باشه میلادی. البته دوبله بعدی نبوده ولی دوبله جانانه‌ای نبوده. بعد 20 سال پیش هم که دوبله شده همین جوری دوبله شده، از آلمانی بوده، به اصطلاح صدای اصلی نبوده، دوبله آلمانی بوده و ترجمه خوبی نداشته، اینجور که دوستان میگن من ندیدم. بسیار بسیار جمله ها غلط بوده، اصلا داستان معلوم نبود چی به چیه. این کار قبلا دو بار دوبله شده، جفتش قبل از انقلاب بوده، یک دفعه آقای مظفری دوبله کردن که رولی که آقای اسماعیلی میگه رو، رول اولش رو در واقع آقای رسولزاده میگفتن و رولی که آقای والیزاده میگه شین رو خود آقای مظفری گفتن، و دفعه قبلش مرحوم دوستدار رول آقای اسماعیلی رو گفتن. پیش مادرت باش، شین تنهاست، زنها رو بفرستیم برم، درست نیست برای که قایی که سر شین میاره ببینم. ما رو که داده سر میدازیم. همه شونو خوشبختانه ما این ترجمه رو دادیم آقای حسین شایگان که مترجمین خوب ما هستن انجام دادن، و آقای کسمایی هم تقریبا یک ماه خورده طول کشید که سینک زد، یعنی دیالوگا رو تنظیم کرد برای بازیگرا و لیپ سینک، به قول معروف لیپ سینک میگن، ترجمه و حرکت کلمات رو درست کردن. فیلم خوبی در اومد، فکر کنم یک بویی از دوبله های گذشته در این فیلم استشمام میشه. امروز سعادتی بود که در کنار دوستان قدیم با هم جمع بشیم و فیلمی رو که قرار بود جناب کسمایی بعد از سالهای سال امروز دوبله کنن، منم افتخار اینو داشتم که با ایشون همکاری کنم. بعد از سالهایی که من کار نمی کردم به عنوان مدیر دوبلاژ، امروز بعد از سالها که به این کار پرداختم خیلی خوشحالم که با دو نسل گوینده دارم کار میکنم. یک دو روز با شکوهی رو گذراندیم که حقیقتاً کمتر نصیب من شده، و دو روز که از صبح در التهاب بودم و استرس دیدار دوستان قدیمی در رأسش جناب علی کسمایی. خیلی خوشحالم که با دو نسل گوینده دارم کار میکنم. اگه نسل گذشته که با من کار کردن و در
قسمت اعظم فیلم هایی که من کار میکردم با من بودم و در حال حاضر پسرها و دخترهای اونا دارن با من کار میکنن. فقط چکه فرصت میخوام که عرض کنم که از جناب آقای عباس مطمئنزاده کارشناس فیلم و دوبله که در تهیه فیلم‌های آرشیوی با برنامه دو قدم مانده به صبح مجدانه همکاری کردن، از ایشون جناب آقای مطمئنزاده و فرزند نازنینشون جناب آقای حسین مطمئنزاده هم بدین وسیله سپاسگزاری میکنم. بیش از این تصدیق نمیدم، سراسیمه سر میچرخانم خدمت آقایون، خوش آمد میگم و به خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم. خسته نباشید. سال خیلی لطف کردی، قربون شما برم. مهمانان رو معرفی میکنم: آقای علی کسمایی، قدیمی ترین مدیر دوبلاژ سینما ایران، فکر میکنم که اولین مدیر دوبلاژ سینما ایران هستم و در واقع یکی از کارگردانان قدیمی سینما ایران که لطف کردن برای من بودن، آقای عباس مطمئنزاده کارشناس فیلم در فیلمخانه ملی و ناظر کیفی فیلم‌های دوبله، فیلم‌های شبکه ویدیویی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. میریم تیکه از کارهای آقای کسمایی رو میبینیم، برمیگردیم صحبت میکنیم.